پایان، نگاه به دیگر اقشار تحت فشار نیز اهمیت بسزایی دارد و از حمایت هنرمندان، کسبه و نیز همسایگان بهاییان قدردانی نمود و با اشاره به آثار بهایی به آینده روشن ایران بشارت داد. ایران shall become a focal center of divine splendors. Her darksome soil will become luminous and her land shall shine resplendent. Thank you. رودی بختیار، روزنامه نگار و خبرنگار سابق شبکه تلویزیونی CNN و فعال حقوق بشر نیز به بیان اهمیت رسانه‌ها علی رغم محدودیت‌های اعمال شده برای آنها اشاره داشت و از نقش فناوری‌های جدیدی همچون توییتر و فیسبوک در عرصه اطلاع رسانی توسط خود مردم یاد کرد. وی متذکر شد که چگونه این تصاویر و ارسال غیرحرفه‌ای خبرها توانست دنیا را متوجه خواست و اراده مردم ایران نماید، تا آنجا که یکی از این تصاویر ارسالی موجب شد تا ندا آقا سلطان نماد حرکت آزادی خواهانه مردم ایران گردد. وی همچنین با ابراز نگرانی از اینکه ایران در اجرای حکم اعدام و نیز دستگیری روزنامه‌نگاران و ژورنالیست‌ها در جهان رتبه دوم را داراست، به بیان نقش NGO‌ها و گروه‌های فعال حقوق بشری اشاره داشت و از همه علاقه‌مندان به آینده ایران خواست تا با تمرکز بر یک هدف مشترک و مراجعه به مراجع قانونی ممالک خود در جهت بهبود وضعیت ایران نقش بیشتری ایفا نماید. Is to focus our attention on just one human rights organization. یکی از سخنرانان فعال در این کنفرانس ها که به همراه خانم رودی بختیار در تمامی این جلسات حاضر بودند، خانم رکسانا صابری، روزنامه نگار زندانی در ایران و نویسنده کتاب بین دو جهان بود. ایشان در خلال معرفی کتاب ضمن شرح مختصری از زندگی خود، خاطراتی که با دیگر زندانیان و فشارهای روانی و جسمانی وارد بر آنها داشتند را بیان نمود. یکی از مهمترین بخش‌های خاطرات ایشان دورانی بود که در سلولی مشترک با خانم‌ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو تن از 7 نفر مدیر ارشد جامعه بهائی ایران همبند بودند. وی از تأثیرات فراوان روحی که این دو تن در ایشان ایجاد کردند تا بتواند شرایط سخت زندان را سهل‌تر بگذراند، مطالب و خاطراتی بیان داشتند و ضمن شرح مشکلات فراوانی که برای ایشان و خانواده‌شان به وجود آمده بود، متذکر شدند که چگونه همه اینها به گفته خانم ثابت توانست عامل وحدت جامعه و نیز عامل ایجاد موقعیت‌های بهتر در زندگی برای وی گردد. خانم‌ها ثابت و کمال‌آبادی در هنگام آزادی ایشان از وی خواسته بودند تا به گوش جهانیان برسانند که مشکلات ایران حصر در مسائل هسته‌ای نیست و باید توجه بیشتری به مسائل حقوق بشر در ایران بشود. Roxana, when you go back to America, please tell others that our country is not only about the nuclear issue, but it's also about people like us. خانم صابری همچنین از تأثیر حمایت‌های مردمی برای ایجاد روحیه در زندانیان و فشارهای بین‌المللی برای بهبود شرایط مطالبی ایراد داشتند و نیز با بیان اهمیت همصدایی از همه خواستند تا با مراجعه به مراجع قانونی نقش خود را ایفا نمایند. خانم صابری بخش دیگری از سخنان خود را به بیان اهمیت نقش رسانه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها اختصاص دادند. شد که اصلا شما اومدیم امشب توی برنامه شرکت کردین؟ اون تجربه که من داشتم که از اول دستگیری تا دادگاه و بعدش حکم همش بی‌عدالت بود. و این تجربه من چیزی هست که خیلی از ایرانی ها هم دارن و بدتر هم و امروز هم تجربه میکنن، امروز هم زجر میکشن. ولی اون چیزی که من دیدم تو همسریدان این بود که تنها جرمشون این بود که دنبال حقوق اصلیشون بودن به طور صلح‌آمیز، هیچ جرم دیگه نداشتن، ولی خیلی قوی موندن تو زندان، گفتن که ما پای اصولمون وای میسیم با اینکه روبروی فشارهای زیادی بودن.
بسیار خوب، شما من میدونم که الان فعال هستین خیلی در زمینه حقوق بشر، میشه خیلی مختصر بگید چه کارایی میکنین؟ از اون زمانی که آمدم بیرون زندان سعی کردم چند جا سخنرانی کنم برای مردم ایران که دارن تلاش میکنن که صدایشون به جهان برسونن. میخوام به امریکایی ها و اروپایی هم بگم که مهمه که ما هم صدا باشیم و حتی کارهای کوچیک که میکنیم اینجا یک امضا میکنیم به پتیشن چی میگی؟ تظلم یا یک راهپیمایی داشته باشیم، یک آهنگ بسازیم، این چیزا، همه این چیزا با هم خیلی تاثیر بزرگی داره و اون آدم هایی که تو ایران هستن که دارن الان سعی میکنن حقوقشون رو دست بیارن میفهمن و احساس میکنن، همون جوری که من احساس کردم اونجا بودم و احساس قدرت کردم دفعتی که شنیدم که دیگران پشتیبان من هستن. اونا هم میدونم که اینا احساس میکنن و قدرشون میدونن. قطعا همینطوره، به خصوص همین الان که این برنامه ها اجرا میشه و این صحبت ها و فیلم ها منتشر میشه، مطمئنم خبرها به گوش کسانی که در زندان هستن میرسه و قطعا قوت قلب خواهد داد و اونها هم در بطن بودنشون از شما متشکرم. در احتمالا قدم های اولیه است برای آزادی اونها. آقای فیروز کاظم‌زاده استاد سابق تاریخ دانشگاه نیز به بیان و تحلیل مختصری از تاریخ تحولات اخیر دیانت بهائی در ایران پرداختند. Bahais were called agents of foreign powers, sometimes of Russia, sometimes of Britain, sometimes of America, and sometimes of Israel. Welcome to all of you this evening. And a special welcome to those persons. آقای چارلز داک رئیس دانشگاه UCLA نیز از کلیه شرکت کنندگان و سخنرانان تقدیر به عمل آوردند. Why do you choose death? I do not choose death. You are choosing for me. And I am not afraid of death. You refuse to become a Muslim. I am a Muslim. I am a Christian. I am a Jew, a Hindu, a Buddhist. I am a Baha'i. Your faith is dead. یکی از برنامه‌هایی که بسیار مورد توجه حضار در کنفرانس نیویورک قرار گرفت، اجرای فیلمنامه‌خوانی فیلم رویای مونا توسط هنرمندان بازیگر این فیلم از جمله آقای آنتونی عزیزی، بازیگر سرشناس هالیوود بود. Tonight I'd like to dedicate it to a well-needed change in Iran. آقای فرشید امین، خواننده ایرانی نیز با اجرای قطعاتی از موسیقی در این برنامه‌ها مشارکت داشتند. قسمت‌های هنری متنوع دیگری نیز در این همایش‌ها اجرا شد. در انتهای این جلسات خانم صابری ضمن ارائه کتاب خود به امضای آن برای علاقمندان پرداختند. جامعه بهایی امیدوار است این اقدامات موجب گردد تا با تنویر افکار و جلب حمایت‌های مردم جهان، ایرانیان از آینده روشن‌تری بهره‌مند گردند. به امید آن روز.